سحری گذشته ز یادت که ز پشت شیشه می آید شرری از آن گل آتش می خندد می گرید که خطا نکرده به چشمش نظر من هم از آن روی می پیچد در تاب و تب سحر من. موسیقی ساده حرفش مرحمت ساز شبم شد، دف به کفش دست افشان آمد و آواز لبم شد. درویشان حلقه دل پیدا کردند، کوبیدند مشت به مشت پای به پای، رو به تو ره می پویدند، رنگ خدا را می دیدند. با سماعی برپا بود، آنها در حلقه دلها رقص کنان می چرخیدند. چرخ دگر دور زنان بی خبر از ما بی خبران، با تب و لرز رعشه وصل ملکوتی در تنشان، نعره زنان منصوری هر یک بردار، با نفس پیر خرابات قنچه وصل خدایی را با لب جان می بوسیدند. آمده بودم به حریمت، سرخی آن شعله گواهم، سحر که می شد بار دیگر گلواژه لرزش آخر، درویشان باز تو را باز تو را باز تو را می جوید. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 31 مرداد ماه 22 ماه اوت، به شما سلام می کنم. شعری بود در یک حلقه درویشان در دره نمنگان در ازبکستان. شبی اینا به سماع می گذراندند و باورم نمیشد، شعر مولوی میخوندن هل هل کنان و دف میزدن، دف به کفش آمد و آواز لبم شد. و چقدر زیبا بود. باری بازگشتیم، چو باز آمدم خانه آسوده دیدم، پلنگان رها کرده خوی پلنگی. البته اینجا پلنگان خوی پلنگی هم نداشتن. در ولایت فقیه البته من وقتی که این مردک حسین بازجو رو تیترش رو نگاه کردم، در مورد یه آدم درست، یه آدم با پرنسیب و آدم حسابی به نام آقای دکتر فرجی دانا، حیرت کردم که چگونه در ایران مردم به این جانور هنوز اجازه میدن که این قلم داشته باشه و برداره. مثل مجلس شاخ فتنه را شکست، یعنی آقای فرجی دانا شاخ فتنه است و موجودی به نام حسین بازجو آدم کشته، شکنجه کرده، بازجویی کرده، پرونده سازی کرده، میلیاردها پول ملت رو دزدیده. این آدم فتنه نیست. اما فرجی دانا یک آدم تحصیل کرده، تو کانادا داشته درس میخونه، دعوت آقای روحانی رو پذیرفته، آمده در وزارت علوم که به دست زاهدی ها و آشغال های مثل اینا به چه روزی افتاده بوده، دزدی، بورسیه های دروغ. این آدم اومده نظمی داده، انتخاب رؤسای دانشگاه رو باز انتخابی کرده توسط اساتید، استادان و دانشجویانی که بیدلیل به خاطر آزاداندیش بودن اخراج شدن، ستاره دار شدن، برگردونده به سر کار و تحصیلش. وقتی این آدم میشه شاخ فتنه، حسین بازجوی که وقتی پروندهش رو نگاه میکنید شما از اون آغاز تا حالا یک نقطه مثبت نمیبینید، همش سیاهی هست. حسین بازجو وقت میاد میگه شاخ فتنه شکسته شد. این آدم واقعا تعجب میکنه. داستان استیضاح آقای فرجی دانا که خیلی نزدیک بود به جریان استیضاح آقای عبدالله نوری در دوران آقای خاتمی، دوره اول آقای خاتمی، عنوانی که شد پیروزی اقلیت در مجلس، یعنی برابری نشون داده میشه این جماعتی که به نام اصولگران، کسانی مثل کوچک زاده، انسان حقیری که اسمش معرف وجود اوست، رسائی، خسرو خوبان با اون سوابق درخشان روزگار نوجوانیش و جوانیش، در محضر محمد تقی مصباحی است و اینها پیروز میشن
و همیشه در کشوری که دروغ و فریب و ناجوانمردی سلطه داره و حکومت دستشه، خسرو خوبان باید برجسته بشه، حسین بازجو باید مدیر روزنامش بشه. دورانی نیست که زنده یاد دکتر مصطفی مصباح‌زاده مدیر کیهان باشه، دورانی است که حسین بازجوها باید بشن، محمد ایمانی ها باید برن جای دکتر سمسار بنشینن. این حقارت نظام از گزینه هاش هست. من دیروز براتون مفصل گفتم وقتی من حکم ابراهیم رئیسی رو دیدم در مقام دادستان پشتم لرزید. رئیسی بشه دادستان کشور؟ لطفا اتاق فرمان مانیتر من رو روشن کنن، مانیترم خاموش. فقط شما فکر کنید در مملکت ما یه وقتی آقای اخوی در مقام دادستان بود. من با فرزند آقای سادات اخوی 2 سال با هم همکلاس بودیم و اینا 2 برادر بودن، یکی از ما یه چند 2 سال بالاتر، یکی همکلاس ما، و من پدر اینا رو دیده بودم، چه مرد وارسته بود. همینطور مرحوم بنی صدر رو، فرزندش حسین همکلاسی من بود که بعداً شنیدم از جراحان و پزشکان معروف ایران شد. مرحوم فتولای بنی صدر با اون عینک خیلی ذره‌بین کلوفتی داشت و رنگی می اومد، کیفش هم دستش رد می شد، توی وارد خیابان صفی علی شاه که می شدیم، یا تونکابون به صفی علی شاه، اما اولش صفی علی شاه بود، می مدیم دست راست یه بنبست بود، خونه فتولای خان بنی صدر اونجا بود، باغچه بود و حسین هم مادرش فرانسوی بود. گاهی می رفتیم اونجا و چه روز... یادش بخیر اون روزگار. من و او و صادقی و اسعد بختیار و اینا یه مجموعه بودیم، دفتری و اینا یه مجموعه بودیم، با هم دوست بودیم. و پسر جان شخان سمسام که بعد برادرش داماد دکتر بختیار شد، داماد خواهر دکتر بختیار، که سر و صدایی هم اخیراً کرد که من جاسوس اسرائیل و آمریکا بودم، ولی نمیدونم این داستان رو برای چی گفت. در هر حال حالا غرضم اینه، او دادستان ایران بود، فتح‌الله بنی صدر. دکتر علی آبادی که در دانشگاه کلاسش رو ما با عشق میرفتیم، اصلا می نوشیدیم این جملاتشو، او دادستان بود. وقتی می گفت رئیس دیوان عالی کشور، آدم اصلا یک مقامی بود که آدم خود به خود کرنش میکرد، احترام میذاشت. ابوالحسن ورزی عضو دیوان عالی کشور بود، قاضیش بود، حالا میرکریمی گفتش که واقعا کله پس برخواست سگ جایش نشست. رئیسی دادستان میاد جایی که میشینه محسنی اژه‌ای، فاسد دیگری که یه نفر از وکلا برای من تعریف میکرد که محسنی اژه‌ای امروز یکی از قارونهای جمهوری اسلامیه، میلیاردها ثروت داره و همه رو با کلک با شکنجه از آدما گرفته. اون زمان برگشت گفت 1,700,000,000 تومان از چیز گرفت از جزائری که اعدامش نکنه، ولی برهنه روی بخاری آلادین نشوندش، تمام بدنش توبل زد. و این آدم که بویی از شرافت نبرده، برادران افراشته رو چه بلایی سرشون بود، با علی آقا شوفر دستیار شکنجهگرش، آدم ها رو میدوزه، میبره، شکنجه میکنه و پولاشون رو میگیره. و الان بابک زنجانی دستش بود که انقدر آبروریزی شد، چون فهمیدم بابک زنجانی مدرک داره و بیرون کشور اطلاعات دست اولی اونجا هست و تهدیدشون کرد. و یکی از دلایلی که آقای خامنه‌ای محسنی اژه‌ای رو ورداشته، برای اینکه دیده گند کار به کجاها میرسه و پای داماد خودش میاد وسط، پای رئیس دفترش میاد، پای مسئول امنیتیش اسخر اجازی میاد، پای وحید آقای حقانیان میاد وسط. این آقا وحید یه عقبی داره که باید واقعا ببینینش. خیلی هم بچه خوبی، البته بچه بدی نیست، ولی
این آقا که یه مدتی هم در ترکیه بود و شبا مجالس بزم آنچنانی داشت، دیدن دیگه آنچنانی میگم اجازه بدید بقیه شو نگم، مجالس بزم تک جنسه بود، یعنی جنس مؤنث توش نبود، در حال اخویه ایشون. من بودم شاید در خانواده اینا اغلب اینجوری میشه، پسر فلاحی ها، آقازاده علی آقای لاریجانی، آقای لاریجانی آقازادش مصیبتی شده بود، چند نوبت این با راننده های کامیون های تلویزیون فرار کرد، چند نوبت این در اوضاع بدی گرفتنش، یا پسر فلاحیان که یک سرباز جوون عزیز رو گرفت کشت. بدتر از اون، من تو کتاب قطعه زنجیری تو این کتب اربعه به تفصیل داستان رو نوشتم، چطوری یک جوون رو شب عروسیش چاقو زدن در سونای زعفرانیه و کشتنش، و این خانواده داغدار، همسر او تازه ازدواج عقد کرده بود، مادرش، خانوادهش، آقازادهای فاسد اینا ماشین لامبرگینی سوار میشن، پسر بدبختی رو که به تمنیات فاسد اونها پاسخ منفی میده با وقاحت میان در سرای زعفرانیه کارد آجیلش میکنه. من خیلی خیلی جالبه برای من وقتی میبینم کشور ما به کجا افتاده. توی سفری که به امریکا داشتم، من خب خیلی میرم کتاب فروشی ها، میرم کتاب میخرم و چندین کتاب فروشی اونجا هست، شرکت کتاب هست مال آقای خلیلی که قدیمی ترینه و خیلی وسیع و بزرگ و انواع اقسام کتاب و سی دی و اینا داره، یک میادگاه اهل کتاب هست که کتابم داره، کیخسرو بهروزی نازنینم، رفیق هزار سالم که با هم زندگی ها داشتیم، سفری کردیم از لندن به تهران زمینی با فریدون توفیقی و زندیاد احمد کسیلا و برادر ناکام من محمد، و چه سفر خوبی بود این سفر، عجیبه. کیخسرو عزیزم که از قدیم اهل فرهنگ، شیرازی، همشهری حافظ، این کتاب فروشی کلبه رو داره که در وستوود مرکز آمد و شد اهالی قلمه، دو نوبت رفتم نبود، چقدر متاسف شدم، چون ظاهرا احتمالا نبود در شهر، خب موقع خالیده هست میرم بیرون، ولی من هر بار رفتم توی یکی از این کتاب فروشی ها، چیزی که برام افتخارآمیز بود، اغلب ایرانیایی که از ایران اومده بودن و میمدن کتب ممنوعه رو میخواستن، تا منو میدیدن با نهایت مهر و احترام میگفتن ایران فردا یه جایگاه ویژه‌ای در ایران پیدا کرده، مردم ایران فردا رو به نگاه تلویزیون‌های دیگه نگاه نمی‌کنن، ایران فردا یه جای ویژه‌ای داره برای مردم و دوست دارن ایران فردا رو، ایران فردا تو دل‌ها راه پیدا. چقدر خوشحالم روزی که ما شروع کردیم و همه تیغ بر سر ما کشیدن، امید من این بود، میدونستم آدم اگر صداقت داشته باشه، اگر هدفش مشخص باشه، این ضربه ها و هجوم ها و حجم ها کاری نمیتونه از پیش ببره. حالا قرار زمین در لس آنجلس یه تعداد نشریات منتشر میشه، چند تا نشریه اونجا خیلی جا افتاده از قدیم، یکی رهاوردی که براتون گفتم که الان ماهی یه بار سعی میکنن منتشرش کنن، که واقعا همسر نازنین حسن شهباز، این بانوی گرامی خانم شمس، که چقدر زن آزاده و علاقمند و پیگیر، همینطور آقای عسکری که مدیریت داخلی یا اجرایی نشریه رو برده دار. دوست قدیمی من، همکارمون در روز در اطلاعات که او البته در جوانان بود، مهدی زوکایی، یک انسان، من اینجوری بهتون بگم، مهدی زوکایی خبرنگار اعتمادی سردبیر جوانان، بعد آمد در لس آنجلس جوانان رو در آورد، ولی اینقدر آدم وفادار و معتقد به اون پرنسیپ‌های اخلاقی بود، همه جا از اعتمادی به عنوان استادش یاد میکرد، همه جا هر از گاهی تا
تصویری از اعتمادی به دستش میافتاد، خبری، حتی کتابای اونو پاورقی کرد. و به هر حال جوانان امروز در لس آنجلس در میاد و نسل جوان علاقمندان به سینما، به هنرهایی که موسیقی، تئاتر، رقص، باله، همه اینا به هر حال در مجله جوانان میخونن، دنبال میکنن و تیراژ نسبتا وسیعی داره در آمریکا و در اروپا فروخته میشه. در آمریکا معمولا نشریه مجانیه، به ندرت نشریه ای هست که از راه تک فروشیش زندگی میکنه و این نشریه دوام داره. یکیشون هم همین جوانان امروز. مجله دیگر، مجله چه بگویم، دوستم، برادر بزرگم، مشوقم، راهنمام، عباس پهلوان، فردوسی. که عباس همونطور وقتی رو جلد داره میبینم، اگر گاهی رو جلد دارم بزرگ خضرایی زده باشه، یاد اون روزای فردوسی میفتم. آقا بزرگ هم سن و سال ما میومد و رو جلد رو میزد، گزارش شهری منو میخوند، آنن تر میزد براش. مجله فردوسی هم جایگاه خودشو داره. عباس پهلوانه، شماری از یاران قدیمی فردوسی هستن، مقالات چون اونجا منتشر میشه، دکتر براهنی اگر چیزی بنویسه، دکتر اسماعیل نوریالا، ناصر شاهین‌پر، همه این عزیزانی که از دیر و دور با هم در ارتباط بودیم، و استاد دکتر صدرالدین الهی، همه اینا حضور دارن. این وسط مجلات دیگری هم هست. یکی از اینا یه مجله است به نام مجله تهران، مجله هفتگی بزرگ مثل همون فرمت مجله جوانان که در اونجا منتشر میشه. آقای شهبود نوری هم سردبیرش هست و من هر بار میرم آقای لیمونادی شماری از این مجلات رو کنار میذاره، من ازش میگیرم. این دفعه هم که خودش نبود، همکارانش برای من یه پاکت این مجلات رو گذاشت، من گرفتم یه نگاه کردم که حال و هوای اونجا دستم بیفته بیشتر. به هر حال یه مطلبی داشت این روزنامه تهران، مجله تهران، گفت این شرح احوالات رفت برای اینکه به این برسن، درباره گرانترین هتل‌های تهران، هتل‌های ایران. اصلا سود کشید سرم. ما نرفتیم دیگه، نبودیم، با به حال شما هستین اونجا میدونید، ولی شما هم نمیدونن با این دقت نمیدونید. من براتون بگم، گرانترین هتل ایران یه هتلی است در مشهد به نام هتل درویشی. مثلا من یادم اون زمانا صحبت از هیلتون که میشد، یا هتل شراتون یا هتل هایت، صحبت از سری بود که 300-400 تومن پول اتاق. حالا نرخ اتاقهای هتل درویشی، اتاق دو تخته دوبل 446,000 تومان شبی، اتاق تریپل 553,000 تا، اتاق سه تخته آسیا 583,000 تا، دوبلکس مصر 349,000 تا، دوبلکس چین 349,000 تا، دوبلکس ایران باستان 349,000 تومان. و همینجوری اسامی مختلف به اتاقها دادن، سویت فلان، اتاق کوین، سویت امپریال. حالا جالب است، اتاق کوین، اتاق ملکه، رژیم جهل و جور و فساد، سلطنت و امپراتور و ملکه و پادشاه، این همه طاغوتی هست، ولی اتاقش گرونترین اتاق 719,000 تومان شبی، سویت امپریال 879,000 تومان شبی، دوبلکس ایران اسلام 249,000 تا. خود آدم همینو میدونه. هتل اسپیناس تهران که میگه بعد از اینکه هتل اسپیناس در آستارا در مساحتی به وسعت 3000 متر مربع و 3000 متر مربع اومدن در بولوار کشاورزم یک هتل ساختن با زیربنای 27000 متر در بولوار کشاورز. 27 ماه بناش طول کشید، 56 میلیارد تومان هزینه. 56 میلیارد تومان. نرخ اتاقا چیه؟ اتاق یک تخته 330,000 تومان، اتاق دو تخته 400 تا، سویت جونیور 470 تا، سویت لاکچری 1,200,000 تومان، سویت پرزیدنت 1,600,000 تومان. بعد هتل استقلال هیلتونی که یه موقع اول بود، اتاقها
250-330 دیگه گرونترین سویت لاکچری 1,510,000 تا. هتل داریوش کیشه که حکایت عجیبی داره، این هم وطنی که مثل ماها فرید خسروی فریب اینا رو خورد. پاشو رفت چه سرمایه گذاری کرد، چقدر باج داد و چه بلاهایی سرش آوردن. اتاق یه نفر 330-410,000 تومان، ویلای ساحلی 520-600,000 تومان، سویت رویال 940,000 تا 1,040,000 تومان. بعد هتل شاه عباس یا عباسی امروز اصفهانی که اونم از 172,000 تومان شروع میشه میره تا 700,000 تومان. هتل صخره کندوان که از 180,000 تومان شروع میشه تا 355,000 تومان سویت امپریال با جکوزی و غیره. هتل ملک و تجار یزد که از 126,000 تومان شروع میشه تا 252,000 تومان. جالب اینو از مجله تهران براتون نقل کردم، حالا یه تنوعی هم باشه. بنده امروز از سفر اومدم، از فرودگاه صاف پاشودم اومدم تو استودیو نشستم. اگر چشم خسته است 11 ساعت پرواز، 3-4 ساعت هم در حاشیه پرواز، فرودگاه زودتر بری که سفر عذاب شده. 8 ساعت هم تفاوت ساعت بین اونجا و اینجا که 8 ساعت اون از ما عقبه. دیگه اون وقت میتونید تصور بکنید بنده در چه حالی آمدم اینجا نشستم. اما خبری رو که دیدم سبا آذرپیک آزاد شد، وظیفه خودم دونستم بیام برنامه رو حتما اجرا کنم، چون خبر خوشی بود، خبر دلپذیری بود. گویند که من امروز حال خوشی ندارم. امروز سیمین بانو رو به خاک گذاشتیم. ما از راه دور و این جماعت قوم و ظالمین، اینها چه بازیای در آوردن سر دفن او در امامزاده طاهر، چه بساطی، ولی به هر حال نازنین سیمین ما جاودانش. حسین بازجو می نویسد بهبهانی شاعری ضد دین، حامی فتنه و مبتذل بود. حسین بازجو سیمین بانو رو مبتذل می خواند، نماد ابتذال، نماد شعامت، نماد جور و جهل و فساد و جنایت. سیمین بانو مادر ایران، نماد زیبایی، نماد مقاومت، نماد آزاداندیشی رو میگه فتنه و مبتذل. وقتی ما در مملکتمون اعتبار بانوی چنین رو با توصیف حسین بازجو میشنویم، چه باید بگیم؟ حسین بازجو در روزنامش میگوید که بله، بانویی که بانوی غزل خطاب میشه در روزنامه کیهان شماره چهارشنبه 20 اوت مینویسه بهبهانی از جمله شاعران مورد حمایت دربار و از عوامل جریانهای ضد دینی و حامی فتنه سال 88. اولا به هیچ روی سیمین بانو شاعر دربار نبود، مورد حمایت دربار هم. سیمین بانو با قدرت میانه‌ای نداشت. فرق میکنه در چه زمانی بود، در زمان سید رولای مصطفوی بود یا سید علی حسینی خامنه‌ای یا دیگری، اما در دوران آقای خاتمی اعتبار و ارزش این بانوی نازنین حداقل به رسمیت شناخته شده بود. یکی دو جا بعضی حرفای نامربوط زدن و یادم هست اون زمان آقای دکتر مهاجرانی پاسخشون داد و این اهمیت داشت که خود دستگاه مربوطه که یه عمر خواستن سیمین رو دیسکردیته بکنن ناچار به اعتراف میشن که این بانوی بزرگوار نمادی از ملیت ایرانی، افتخار ایرانی و آزادی و بزرگواری ایرانی است. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم و در خدمت بزن تو، بزن تو،
شدی مردم به خنجر دل سفر کردم واسه هر کی که آسون است برای جاودان بودن واسه عاشق دیگه راهی به جز دل کندن از جون با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم. بله من کلی حرف چیزای مطالب سیاسی داشتم ولی این مسئله سیمین بانو من خیلی آزرده کرد. یعنی نگاه کردم در کشور ما حکومت دست کسانی است که ضد زیبایی ان، ضد آزادی ان، ضد شعر ان، ضد غزل ان، ضد انسانیت ان. و یک کسی که اگر در هر کشور دیگه بود مجسمه‌شو می‌ساختن در کوی و برزن و بازار می‌ذاشتن بهش افتخار می‌کردن، در سرزمین ما باید بهش فتنه‌گر لقب بدن. بانویی که بدون شک استحقاقش برای دریافت جایزه نوبل بالاتر از همه بود، حالا چه صلح نوبل چه ادبیات نوبل. ولی خب او رو که بهش جایزه نمیدن که، او نفیه گفت، به قول شاملو گفت من انکار تو هم نفیه این نظام از سر تا پاش. بنابراین چنین آزاده‌ای خب باید دادن فکر کنه که در چه جایگاهی قرار داره. سید علی آقا رهبر ولی امر مسلمانان چهارراه آذربایجان دستور دادن که آقای جواد ظریف رو ببرن قدرت نظامی جمهوری ولایت فقیه رو نشونش بدن. قبلا آخه یه بار آقای ظریف گفت آقا جان امریکا اگه با ما گفتگو کرد از موشک ما که نمیترسه، دو دقیقه فوتش میکنه تمومه. امریکا اگر اومد با ما صحبت کرد به خاطر نگاه مردم بود، به خاطر حقانیت بود، به خاطر راحت چه اسمشو بذاری، ولی از موشک ما نترس. بردن یه دوری شروع نشونش دادن یه چیزایی رو، ولی باز مثل این که دوزاریش نیفتاد. آقا جان این تیر و تخته هایی که اهالی ولایت فقیه درست میکنن شما باید بگه آقا اینا چیه، امریکا چیه، این هواپیمایی که ما درست میکنیم، این فرتوس ما، این هواپیمای پهپاد ما، اینا اصلا مال امریکا چیه، اینا پیشش چی نیست. خلاصه دستور دادن که این آقای ظریف رو گوشش رو بگیریم ببریم و بهش نشون بدیم یمن دوغ ولایت فقیه چقدر کره موشکی داره، بری یاد بگیر. در گیرودار دنبال کردن جانوران داعش یه چقدر خوشحالم دارن ضربه میخورن هر روز یه 30-40 تاشون به درک واصل میشه. اومدن وسط خیابونای لندن ها رو پوسترشون زدن تظاهرات میکردن طرفداران داعش. فکر کنید بچه پاکستانی و بنگالی که پدر بیچارش، پدر بزرگش اومده، پدر زحمت کشیده، رفته پزشک شده، مدیر شده، وکیل شده، بچه هاشو تربیت بکنه که آدم بشن، برای جامعه سودی داشته باشن و برای خودشون. نتیجهش چی شده؟ اینی که نگاه کنید، این خیابونای لندنه، خیابونای رسول الله، 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 رسول الله،
inside the Muslim land. We don't, but this is we believe them as war criminals. The reality is that this is going to be their grave in Afghanistan. If they were wise, they'd pull their troops out. There was no issue of 7/7, 9/11, except because these were reactionary events. With regards to Pakistan, you have two sides there. Many people may say that is just internal conflict, but the real issue is that the Pakistan government has allied itself with America. And now whatever America says, the Pakistan government allows. On the other hand, you have the Muslims of Waziristan, Peshawar, and the Taliban of Afghanistan. They're upholding the rights of the Muslims. They're fighting for the... معلومه اونور مردم ایستادن علیه اینا تظاهرات میکنن. شما فکر کنید تو کشور خود ما، تصورش رو بکنید تو کشور ما یه عده بلندشن بیان اونجا اهانت به فرهنگ ما بکنن، اهانت به دین ما بکنن، اهانت به روابط اجتماعی ما، به پرنسیپ های زندگی ما، ما چه واکنشی خواهیم داشت؟ این افغان های بیچاره تو کشور ما این همه زجر کشیدن، خدمت کردن، بازسازی ایران بعد از جنگ نقش اساسی توش داشتن، رفتار ما باشون چیه؟ حالا این حیوانات اومدن تو انگلستان، آقا خیلی خوشت میاد اسلامستان، پاشو برو تو اسلامستانه، پاشو برو پاکستان، پاشو برو تو کوههای تورابورا. تو انگلیس چیکار میکنی؟ سوشال سیکیوریتی میگیری؟ پول این کشور، خونه از این کشور میگیری؟ بنده باید برم کار کنم مالیات بدم که تو بخوری؟ تنبل، بیکاره، علاف، صبح تا شب را بیزن الله الله، بزنه به کمرتون اون الله. این چه دینیه که جز نفرت ایجاد نمی کنه؟ این چه دینیه؟ سال 74 تو این کشور شما اگر می رفتید به یه رستوران 73، 74 تا 80، تا زمانی که این آقای سیدرالله مصطفوی بنگالی نیومده بود به مملکت ما، شما اگر میرفتید در یک رستوران نگاه میکرد چهرتونو، حس میکرد شما شرقی هستید، میگفت ببخشید تو این فهرست غذاهای ما این دوتا اتفاقا ذکر، اینا گوشت خوکه. حالا گوشت خوکو میاره براتون درست میکنه، قشنگ میذاره جلوتون. گوشت چیه؟ بررس، گوسفنده، بره تو دلیه. بابا عجب هم خوشمزه است، مخصوصا این کار رو میکنه. الکل میریزه تو پپسید برای اینکه ایجاد نفرت کردی. بدنامترین مذهب امروز اسلامه، هر گوشه که شما برید. به این هارت و هورت این آخونده توجه نکنید. اون روز دیدم آقای تقویان داشت صحبت میکرد، بله دروغ ها رو میخواد فریبکاری رو بده. یه خانومی ایرلندی چند روز قبل خدمت که از مراجع بودم، دم این خانوم اونجاست، اسمش هم گشته فاطمه زهرا. این خانوم گفت من بابام کشیش بود، بابای کشیش من آدم خوبی بود، مشروب نمیخورد. دروغ میگه، اصلا خون عیسی این شراب رحمانی جزو زندگی اینا سر شام و نهارش. حالا بابای من نمیخورد، روابط زندگی زناشویی همه سالم، همه چی درست بود. اما من هر چی میکردم این مسیحیت منو راضی نمیکرد. هی میگفتن آقا مریم مقدس باکره بود. من میگفتم خب این خدا که شما میگه عیسی پسرشه، بچهای دیگه ای هم داره یا فقط عیسی؟ این خدا با مریم رابطه داشته؟ اینا رو میپرسیدم. بابا میگفت خفه شو این حرفا رو نزن. خلاصه کلافه شدم تا اینکه یه شب خواب دیدم، دیدم یه بانوی خوشگلی خیلی اومد و اول پرسی کرد شد تو از مایی؟ بعد یه آقایی اومد، گفتم شما کی هستین؟ گفت من پسر اون خانومم، اسمم حسینه. تو از مایی؟ تو در کربلا با ما بودی؟ یه دم اونجا داشتن زوزه میکشیدن، گریه میکرد. بعد آقای تقویان فرمودن بله این خانوم، میگم من حسین نمیشناختم، حسن نمیشناختم، رفتم مطالعه کردم فهمیدم چیم، پا شدم اومدم ایران. اتفاقا شبی که رسیدم اینجا که برم یکی از مراجعو ببینم، دوباره اون خانومو خواب دیدم. گفتن به به
خوشا به سعادتت، ما اسم خودمونو به تو میبخشیم. و خلاصه من شدم فاطمه زهرا و حالا هم دیگه من متدین و مؤمن به مذهب اسلام و مذهب شیعه اثناعشری است. این فریب کاری. قبل از انقلابم آقای یحیی نصیری ملقب به علامه نوری هر روز تو روزنامه اطلاعات یکی رو میفرستاد یا کیهان یه عکسی می آورد، این جانبه مثلا میزد، این جانبه مثلا فلان فلان تبعه کشور سوئد یا آلمان در محضر حضرت آیت الله علامه نوری با اسلام عزیز آشنا شدم و مذهب جعفری رو انتخاب کردم، لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله، و اسم خودم رو گذاشتم زینب ام کلثوم. این دکون اون وقتم توریستای گدا گشته میمدن با این ماشین سیتروئن از راه ایران میرفتن افغانستان. یه بار تو ایران مسلمون میشدن در محضر علامه نوری که خب مواجبی هم گیرشون میمد و چند شبی هم در بیت مبارک میمودن صیغه میشدن یا انواع اقسام. بعد میرفتن افغانستان مسلمون سنی میشدن، اونجا هم پول میگرفتن. هتل تاجی بود در کابل ما گاهی میرفتیم، همیشه از این نوع آماده مسلمان شدن ها داشت. بعضی آقایون میمدن میگفتن ما اومدیم یکی رو مسلمان بکنیم، میگو بفرمایید $100 به من بدین، $100 به خودش. با $200 معامله جور میشد. اون خانومی که به اسلام گرویده بودم با این آقا میرفتن بیرون رو لحج رو میرفتن فردا برمیگشت. این اسلام ناب انقلابی محمدی که سلطش رو برقرار کرد، نفی اخلاقیات، نفی انسانیت، نفی دوستی، نفی ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های زیستی، اعتبار انسانی، عدالت، نفی همه اینا. دستگاه امنیتی کویت روز چهارشنبه یه آقایی رو دستگیر کرده در این کشور که میلیون‌ها دلار برای جبهه نصرت و داعش فرستاد، آقای العجمی. ایشون که هوادار القاعده است در حالی که به کشورش باز میگشت دستگیر شد. تعداد زیادی متاسفانه از اهالی خلیج فارس، اینا تأمین کنندگان بودجه های کلان گروه های اسلام گران. آقای بهمن مثلا میره $150 میلیون به محمد حسین فضل الله در بیروت میده، حالا خدا رحمتش کنه رفت، که مسجد حسنین رو بسازه، یه دکونی اونجا درست کنه. طبیعیست در برابر او یک ثروتمند سنی هم میره پول میده به جماعت اسلامی که اونا هم برن در بیروت و ترابلس یه مرکز اسلامی درست کنن. رقابت با هم دیگه. ولی امر مسلمانان چارای آذربایجان هم پول میده در عراق برن کانال تلویزیونی بزنن. بعد درگیر میشه با کانال انوار که آقای شیرازی پولشو میده و برادران مدرسی، و دستور میده دفاتر اونا رو در ایران ببند. این حکایتی است که ما داریم شاهدش هستیم، داریم میبینیم و متاسفانه بسیار خطرناک. جنگ شیعه و سنی عملا آغاز شده، عملا میبینیم هست و انواع مختلف شاهدش هست. به هر حال بریم به وطن ببینیم که آقای حسن روحانی در برابر این اوضاعی که براش به وجود آوردن، برکناری با شرفترین وزیر کابینش آقای دکتر فرجی دانا، چه واکنشی نشون میده. البته آقای روحانی میگه که بله مجلس تصمیم بگیره ما قبول میکنیم و اشکال نداره. ولی وقتی که این اتفاق میفته بلافاصله گفتم نجفی رو که میذاره، نجفی که قبلا رد شده و مورد نفرت ذوب شدگان در ولایت سیدعلی آقاست، اونا میگن یه دهنکجی دیگر به ماست. اما روحانی آرام پاسخشون رو میده، سعی میکنه عصبانی نشه. یه سخنرانی داره در اردبیل که قابل توجهه، به نظرم یه چند سطری از یا چند جمله رو از ایشون بشنویم بد نباشه، اوضاع رو روشن‌تر می‌کنه.
ببینیم آقای روحانی چه میگه. امروز در شرایطی که وزیر دانشمند و مؤدب علوم ما در مجلس شورای اسلامی به عنوان استیضاح برخی از نمایندگان حضور پیدا کرده است، من هم دلم میخواست در کنار وزیر علوم باشم و با زبان صریح از این دانشمند خدوم حمایت کنم. از نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی سپاسگزاری می کنم، جاشون امروز اینجا خالی است، که به خاطر حمایت از دولت در مجلس شورای اسلامی ماندند و انشاءالله عصر به این استان باز خواهند گشت. دولت البته به رأی مجلس شورای اسلامی هر چه باشد احترام خواهد گذاشت. بله احترام خواهد گذاشت. آقای فرجی دانا چند نکته ای رو گفت که میمونه در خاطرها. گوه آجان، بنده فکر کردم به عنوان وزیر که اومدم این مسئولیت رو دارم، این شایستگی رو دارم که همکارانم رو انتخاب بکنم به عنوان معاون، مشاور، مدیر کل. نمیدونستم باید برای هر کدوم از وزارت اطلاعات و امنیت استعلام کنم. یعنی در مملکت ما یک وزیر اگه بخواد یه مشاور بذاره باید امنیت خانه مبارکه سید علی آقای رهبر او رو تایید بکنه. ببینیم خود فرجی دانا چی میگه. یه رشد علمی دانشگاه‌ها در یک سال اخیر شروع کرد و گفت باید به این مقوله نگاهی بلند مدت داشت و آن را در سیاست‌های گذشته ریشه یابی کرد. آقای فرجی دانا با اشاره به برنامه‌ها و اقداماتش برای تقویت شرکت‌های دانش بنیان گفت فضای فعلی دانشگاه‌ها پرنشاط‌تر از گذشته است. وی با اشاره به اینکه در یک سال اخیر 18 تشکل جدید در دانشگاه‌ها فعال شده‌اند و روند انتقادات اختلاف برانگیز و تحرکات غیرقانونی در دانشگاه‌ها رو به کاهش است و ما به ضد انقلاب و عناصر آن اجازه تحرک نمی‌دهیم. وی گفت البته اگر خطایی در سیاست‌ها و اقدامات بوده برای جبران آن تلاش خواهیم کرد. فرجی دانا گفت تنها 58% رؤسای دانشگاه‌ها در یک سال اخیر تغییر کردند که همه اینها با مشورت بوده است نه با روش‌های خلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی. وزیر علوم با دفاع از انتصاباتش گفت فکر نمی‌کردم برای مدیران کل باید از وزارت اطلاعات استعلام کنم، اما این استعلام‌ها دریافت شده یا در حال دریافت است و به هر حال حاضرم اگر این انتصابات موجب اختلاف می‌شود هرچه رئیس مجلس بگوید. آقای لاریجانی هم خواست یه خورده بزرگواری از خودش نشون بده. دو سه روز پیشم گفتم لاریجانی داره یه خورده بازیشو داره تغییر میده. به هر حال چشمش به ریاست جمهوری بعد هست. شاید اگر آقای روحانی مجال دوباره آمدن نداشته باشه لاریجانی امید داره که جای او رو بگیره. البته یه نفر دیگه به این امید آبروی خودشو به باد داد. آب رفتم دیگر به جوی باز نمیگردد. و آقای سردار محمد باقر قالیباف که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اندک آبروی برای خیش دست و پا کرده بود همه رو به قول مشقاسم دود شد و به هوا رفت. و در همون چند روزهی که طرح تفکیک جنسیتی رو ایشون به اجرا گذاشت همگان دریافتند که این حرفا بی ربطه، اینها اعتقادی ندارن. باری چند نکته دیگه هم هست که باید بهش اشاره کنم قبل از اینکه سریع برم به اخبار، به تحولات منطقه. آخر هفتم است. یکی این که در غزه یکی از فرماندهان حماس اعلام کرده که بله ما بودیم، این سه تا شهروند اسرائیلی گرفتیم و کشتیم. و ظاهرا پاسخ اسرائیل اینه که حمله میکنه
و سه تا از رهبران، بله ایشون ادعا میکنه که ما گرفتیم و کشتیم، سه تا از رهبران حماس رو هم اسرائیل به قتل میرسونه. ای کشته که را کشتی. حالا نوبت اسرائیلیا که خواهد بود میبینیم. آقای اوباما در جریان حملات گسترده هوایی آمریکا به مراکز داعش اعلام کرد که این سرطان رو باید از بین برد. حقا هم اینطوره. متأ چرا آقای اوباما اینقدر دیر از خواب بیدار شد که داعش ریشه بکنه؟ داعش چیزی نبود اون اول. اگر در سوریه به ارتش آزاد کمک کرده بود، درود به آقای هولان رئیس جمهوری فرانسه، دیدم به ارتش آزاد کمک نظامی کرده حتی بدون اطلاع آمریکا. ولی به هر حال درگیری ها در منطقه تکرید، در منطقه انبار، در حوالی موصل به شدت ادامه داره. نیروهای زبده عراقی، گاردهای طلایی در کنار نیروهای پیشمرگه کرد و پوشش هوایی ایالات متحده آمریکا مبارزه رو دارن به شدت دنبال میکنن، برای اینکه ریشه این ننگ و نفرت بشریت داعش رو پاک کنه. این تصاویری که از این اعدام روزنامه‌نگار آمریکایی فولی گذاشته بودن تکان دهنده بود. یعنی هر روز آدم نگاه میکنه میگه میشه انسان‌های اینقدر فجیع باشن؟ بعد ببینید یه چیز ادامه داره، از 1400 سال پیش تا حالا ادامه داشته. یکی دوتا نیست، شما در عراق میدونید چند نفر رو کشتن، گردن زدن به اسم اسلام. چه سنیایی که شیعه رو کشتن، چه شیعایی که سنیا رو کشتن، چه مسیحی ها و ایزدی ها و سابعی که هر دو کشتنشون، و هنوز هم ادامه داره. تو کشور خودمون کم آدم کشتین رژیم از روز اول. تصاویر یادتونه کردها رو تو بانه مریوان، بچه های کومله و حزب دموکرات کردستان رو به پنجره میبستن با سیم به گردنشون و از اون ور سیم رو میکشیدن و از این ور گلوله به پا و دستشون میزدن که زج کششون بکنن. اون جانور خلخالی اومد اونجا تو سقز و بوکان چقدر آدم کشت. این حکایت اسلام ناب انقلابی محمدی در دو بچه شیعه و سنیش هست، فرقی هم نمی کنه. در کشتار هیچ درنگی ندارم. سریع یک داستانی هست در اینجا تو انگلیس و تو آمریکا، معمولا صاحبان مشاغل، ورزشکارا، آدم های موفق و میبرن تو مدارس برای بچه ها شرح میدن که چه جوری موفق شدن، پدر و مادر چی کار براشون کردن، چه مسیری رو دنبال کردن که امروز به این جایگاه رسیدن. در جمهوری ولایت فقیه هم یه عده رو میبرن، منتها نه مفاخر جامعه. البته اینو ممکنه برای اهالی ولایت فقیه مفاخر باشه. و بعد این شده دستمایه یه فیلم سینمایی. اینو که بردن یه صحنه کوتاهی ازش رو جمعه است با هم نگاه میکنیم. اگه بدون مقاومت تسلیم شین به نفع خودتونه. آروم آروم از موتور بیان پایین، دستاتون هم بذارین سرتون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت به چای گل ما منوچهر عبداللهیم، معروف به عبد خردو، جرمون کلاهبرداری، خفگیری. دبره خلاف چه و چه چه اشبایی هم منگین هاورگو بیارم تونیتی یک یعنی اگزنه و ماشین منو بدبخت. من ناصر چارقلهی، معروف به ناصر کیسه کش، جرم زد خود یه قطعا انجام دادم. اکبر معروف به اکبر ننه زهرا، جربمون هم چیزی نی، قف باز کنی خریدی فروش مواد بسیم دیگه. قربون آقایون. سلام یه کامون بشون. دست درست آقای، همکارای ما رو یه تشویقی بکنید. شما رو امروز آوردن اینجا که آخر عاقبت خلاف رو ببینیم و آدم بشیم، یعنی عبرت بگیریم. آدم باعث از آدمای بدبخت عبرت بگیره، از آدم خوشبختا الگو بگیره. مثلا خود ما تو زندگی الگومون کی بود؟ اکبر آقا، چاله سیراوی، غلام پشکل، انبر کفترباز،
آقا شما الگو تو زندگی کی بوده؟ شما عباس آقا بفرم. یعنی خاک تو سر این بکنم که الگوش منم. یه زمانی که قد شما بودم یه روزی معلمه اومد تو کلاس گفت آقا بخواییم یه تئاتر را بندازیم، کی میخواد نقش گوسفند رو بازی بکنه؟ آقا به حضرت عباس، به حضرت عباس، کل کلاس اینجوری دستاشون رو گرفتن، همه جز حاجید. بعد گفت کی میخواد نقش گرگو بازی بکنه؟ گفتیم آقا ببخشید نقش جک جونور دیگه، قلاقی، فیلی، شیری، پلنگی چیزی نداری بدی به ما؟ گفت نه، یا باز گوسفند باشی یا گرگ. بعد از اون بود که ما تو زندگیمون فهمیدیم آقا یا باز گرگ باشی یا گوسفند، یا باز بزنی یا بزنی، یا باز تعلیم و تربیت در جمهوری ولایت فقیه که حالا زمینه یک فیلم شده، ولی خب این اتفاق در مدارس افتاده و مشاهده کردیم. رسیدیم به آخر برنامه. یک تصویری از تهران قدیم داریم با صدای جاودانه الهه نازنین. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا دوشنبه همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم. این شما، تهران قدیم و الهه. من یادگار باقی‌دردم.